عزیزمون امیر محمد از افغانستان، از ولایت نیمروز، در مورد جماعت تبلیغ سوال کرده بودن. ببینید، هر گروه جماعت تبلیغ، نمیدونم، جماعت دعوه الى القرآن و سنه، جماعت سلفیه، جماعت الفلان، جماعت علان، اخوان المسلمین و همه این احزاب و گروه هایی که هستن، اینها هیچ کدومشون توسط وحی از آسمان بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل نشدن که هر کاری که کردن ما بگیم که آمنا و سلمنا. تنها کسی که ما فرمایشات او را بدون چون و چرا قبول میکنیم، ذات اقدس الهی است. آنچه که در قرآن گفته، حق نداری که یک کلمه در موردش بگی، نه بالا نه پایین. ایمان آوردیم، خلاص، مسلمان شدیم، یعنی تسلیم شدیم. تسلیم به چی؟ به فرمایشات الله سبحانه و تعالی. بعد از الله سبحانه و تعالی، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. اطیع الله و اطیع الرسول. از رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت کنید. رسول صلی الله علیه و آله و سلم معصوم هستند. هر آنچه که میگن و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر حرفی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زدن و با سند صحیح برای ما رسیده، ما بدون چون و چرا قبول میکنیم، وحی منزل است. بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم، از صحابه گرفته تا امروز، هر شخصی، هر گروهی، هر جماعتی حرف مطابق قرآن و سنت زدن، میگیم علی عینی و راسی، بر روی چشم، بر روی سر ما قبولش میکنیم. اگر مخالف قرآن و سنت حرفی زدن یا اشتباه کردن، ما میگیم که نخیر، ما تو معصوم نیستی، ما حرف تو رو قبول نمیکنیم، قرآن اینطوری گفته. ما هیچ وقت غیر از به قرآن و سنت به هیچ چیز دیگه تعصب نداریم. اگر که امروز ما در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شدید میگیریم، تعصب داریم، به خاطر تعصب ما به قرآن است. اگر در مورد همسران پیامبر تعصب داریم، تعصب ما به خاطر قرآن است، چون قرآن اینا رو تزکیه کرده. پس ما فقط به قرآن و به سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم شدید پایبند هستیم، تعصب داریم. بعد از اون به هیچ شخصی تعصب نداریم، نه به ائمه مذاهب. چرا؟ چون ائمه مذاهب خودشون میگفتن که اگر حدیث صحیح برای شما رسید، قول ما رو به دیوار بزنید. این از امام ابو حنیفه روایت شده، از امام شافعی، از بقیه ائمه قولی مثل این و یا نزدیک به این روایت شده. نه به جماعت تبلیغ، نه به اخوان، نه به فلان، نه به علان، به هیچ کس ما تعصب نداریم و جایز هم نیست که تعصب داشته باشیم. جماعت تبلیغ اعمال خوبی دارن، اینکه دعوت میکنن به سوی قرآن، به سوی سنت، به سوی عمل صالح، کار خوبی است. اصلا دعوت یک امری است که الله سبحانه و تعالی به پیامبرش، به همه مؤمنین، ما بهترین امت شدیم اصلا برای چی؟ چرا میگه که کنتم خیر امه اخرجت الناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر؟ شما بهترین امت هستید به خاطر اینکه به کارهای خوب امر میکنید و از کارهای بد مردم رو باز میدارید. آن کسی که امروز در جلوی و منکری انجام میگیره، در ایران است، در تاجیکستان است، در افغانستان است، سکوت میکنه، شرط نیست که تو عالم باشی، داملا باشی، شیخ باشی. هر انسان مسلمان اگر در جلوی و منکری انجام میگیره و در مقابل این منکر ساکت میشینه، پس این از بهترین امت نیست که الله سبحانه و تعالی در اینجا ازشون یاد میکنه. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماین که اگر من را منکم منکرم فلیغیره بیده. اگر قدرت داری، وقتی منکری رو دیدی با دست تغییر بده. کسی دید که خواهرش حجاب نمیپوشه، برادرش فلان عمل زشت انجام میده، تو وظیفه داری، میتونی اینجا با دست تغییر بدی، میتونی امرش بکنی، میتونی حجاب سرش بگذاری، میتونی جلو برادرتو بگیری، اینجا میتونی با دست این کارو انجام بدی، قدرت داری، ولایت داری در اینجا. و من لم یستطع فبلسانه. همسایت حجاب نمی کنه، به شراب می خوره یا یک فعل بد انجام میده، شما در مقابل او وظیفه داری که نصیحتش بکنی به زبان. برادر عزیز، این عملی که شما انجام میدید درست نیست، کار خوب اینه، با دلیل، با آنچه که میدانی. و من لم یستطع فبقلبه.
کسی هست که اصلا نمیتونی نه حرفی بزنی، نه با دست میتونی جلوشو بگیری، نه میتونی بهش حرف بزنی. اگر حرف زدی مثلا جنگ میکنه با تو، دعوا میکنه، به فتنه و فساد کشیده میشه. در قلبت همین عملی رو که انجام میده این رو بد ببین. در ادامه چی میگه؟ این ضعیفترین ایمان است. چون اگر ایمان قوی باشه، حتی انسان در مقابل سلطان، در مقابل پادشاه، در مقابل حاکم، در مقابل رئیس جمهور هم میتونه سخن حق رو بگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن بزرگترین جهاد جهادی است که انسان سخن حق رو در مقابل یک پادشاه ظالم بگه، امر به معروف و نهی از منکر بکنه. جماعت تبلیغ با وجود اینکه ملاحظاتی هست، علما در مورد اونها ملاحظاتی دارن، در طریقه دعوتشون، در بعضی از اموری که وجود داره شاید دلیلی شرعی براش نیست، و در این که بزرگترین یعنی ملاحظه‌ای که علما دارن در مورد جماعت تبلیغ، یعنی بعضی از کسانی که میان تبلیغ میکنن، دعوت میکنن، باید یعنی اون حرفهایی رو که میزنند، اون سخنانی رو که ایراد میکنند، در مقابل در اون مورد باید علم داشته باشن. مثلا آیه ای است در قرآن کریم، این آیه رو احمد جان نشون بده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگه که قل هذه سبیلی، بگو ای محمد، بگو به کی؟ به ما، به مؤمنین، به مسلمان ها، به انسان ها. قل هذه سبیلی، بگو که این راه من است. ادعو الى الله، دعوت میکنم به سوی الله سبحانه و تعالی. علی بصیره، بصیره چی است در اینجا؟ علم است. وقتی که شما میخواهید یک چیزی، کسی رو دعوت میکنی برای نماز، باید در مورد آیاتی که در مورد نماز نازل شده، احادیثی که در مورد نماز نازل شده و اقوال علما در مورد نماز، مکانت نماز، فضیلت نماز، معلومات حاصل بکن. ما نمیگیم دعوت نکن، حالا که تو مثلا دانشگاه اسلامی نخوندی، تو حوزه علمی نخوندی، تو مدرسه دینی نخوندی، تو دعوت نکن. این اشتباه است. هر انسان مسلمان دعوتگر است. اگر کسی دکاندار است، اگر کسی راننده است، اگر کسی حتی جاروکش شهرداری است، هر کس، هر مسلمان در هر جایی که هست میتونه یک دعوتگر باشه. مثلا شما توی مغازه کار میکنی، مشتری میاد، همین که سلام میدی، با لبخند باش برخورد میکنی، دروغ نمیگی، اون حقیقتی که در اون جنس هست بهش اظهار میکنی، این دعوت است. تو با این رفتارت دعوت کردی مردم رو به سوی دین. کسی تو شهرداری کار میکنه، خیابونا رو جارو میکنه، میتونه یک دعوتگر باشه، با صدق و اخلاص کار بکنه، وقتی از جلوی کسی رد میشه بهش سلام بده، برخورد خوب داشته باشه با مردم، خودش دعوت است. ملاحظه ای که رو جماعت تبلیغ بعضی از علما دارن این است که بعضی از کسانی که میان در مورد نماز میخواد صحبت بکنه، هیچ اطلاعاتی در مورد فرضیت نماز، اهمیت نماز، مکانت نماز نداره. به خاطر همین کسانی که میخوان دعوت بکنن، کسانی که میخوان تبلیغ بکنن، باید علم کافی برای به همون اندازه‌ای که بتونن در همون مورد مسائلی که میخوان صحبت بکنن علم داشته باشن. چی میگه الله سبحانه و تعالی؟ بگو ای محمد، هذه سبیلی، این راه من است. ادعو الى الله، به سوی الله دعوت میکنم. علی بصیرت، با بصیرت کامل، یعنی با علم. انا و من اتبعنی، من و کسانی که از من پیروی میکنن. و سبحان الله و ما انا من المشرکین، و پاک است الله سبحانه و تعالی و منزه است و من از جمله مشرکین نیستم. پس دعوت در جماعت تبلیغ، در غیر جماعت تبلیغ، یکی از واجباتی است که بر همه ما مسلمان ها فرض است، واجب است که به سوی الله سبحانه و تعالی دعوت بکنیم. اصلا هدف از این که ما مسلمان شدیم و بهترین امت شدیم این است که ما باید دعوت، یعنی امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. اشکالی نداره که انسان با جماعت تبلیغ بره، علم داشته باشید. پس ما هیچ وقت تعصب نباید داشته باشیم که بالا
هیچ کس حق نداره در مورد جماعت تبلیغ صحبت بکنه. چرا حق داریم صحبت بکنیم؟ اشتباه کردن میگیم برادر گرامی، برادر تبلیغی، این عملی که تو انجام میدیم مخالف قرآن است، مخالف سنت است. نصیحتشون میکنیم، برادران مسلمان ما هستن، واقعا عمل مبارکی رو انجام دادن. شما در طول تاریخ جماعت تبلیغ ببینید این همه مسلمانانی که امروز در اروپا، در آمریکا، در جایی که شاید جناب مولوی و مولانا و شیخ و فلان نمیتونستن اونجا برن، اینها با پای پیاده با پول شخصی خودشون به جاهایی رفتن، به روستاهایی رفتن، علی رغم اشتباهاتشون. انسان هستن، اشتباه میکنن، معصوم نیستن، اما سبب شدن که نمیگم هزارها، صدها هزار، بلکه میلیون ها انسان متقی بشن، پرهیزگار بشن، ملتزم بشن، به سوی دین رجوع بکنن. من در همین دانشگاه های اسلامی ده ها تا رو میشناسم که سبب مسلمان شدنش در بریتانیا، در آمریکا جماعت تبلیغ بوده. جماعت تبلیغ توی مسجد تبلیغ میکردن، مردم به سوی محاسن دین تشویق میکردن، چون در بین اینها از هر زبان، از هر جنس، از هر کشوری هست. همین صحبت ها رو شنیده، مسلمان شده، ایمان آورده، امروز در دانشگاه اسلامی مثلا در مدینه منوره، در مالیزی، در دانشگاه اسلامی اسلام آباد، در دانشگاه ام القرا در مکه مکرمه داره درس میخونه. سبب هدایتش بعد از توفیق الله سبحانه و تعالی جماعت تبلیغ در لندن بوده، جماعت تبلیغ در آمریکا بوده یا در کشور دیگه بوده. خدمت بزرگی کردن برای امت اسلامی، اما هیچ وقت این دلیل نمیشه که ما بگیم هر کاری که میکنن درسته. بعضی از کتاب‌هایی که دارن، در اون کتاب‌ها روایت‌های ضعیف، احادیث ضعیف، مطالب نادرست هست، باید اصلاح بشه. وظیفه علما و دعوتگران هست که برن اینا رو نصیحت بکنن. اما اینکه نه ما ترکشون بکنیم، نه خیر این جماعت تبلیغی گروه فلان و فلان هستن، ما با اینا کاری نداریم، نه خیر این اشتباه است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌رفتن در بین مشرکین، اونها رو دعوت می‌کردن به سوی دین، به سوی توحید یکتاپرستی. تو مسلمان نمی‌خوای در بین برادران مسلمان مؤمنت در جماعت تبلیغ یا احزاب و گروه های دیگه بری اونها رو برای توحید و یکتاپرستی دعوت بکنی؟ هر کدوم ما نیاز داریم که نصیحت بکنن ما رو، دعوت بکنن ما رو، اشتباهات ما رو به ما گوشزد بکنن. من بعد از هر برنامه اگر که 100 تا ایمیل شکر و به اصطلاح سپاس و تعریف و تمجید دریافت میکنم، در بینش ایمیل هایی هست که واقعا من متشکرم از اون عزیزانی که اشتباهات ما رو به ما گوشزد میکنن. فلان کلمه‌ای که گفتید اشتباه بود، فلان نکته‌ای که بهش اشاره کردید درست نبود، این حرفتون باید اصلاح بشه. این دعوت است. من نمیشناسم اینا رو، با اسمای مستعار، با ایمیل های ناشناس پیام میفرستن. الله سبحانه و تعالی به خاطر هر حرف و کلمه‌ای که در راه اصلاح ما برای ما می نویسن، اجر و پاداش بی پایان در بهشت جاویدان نصیبشون بکنه. این دعوت است، زیرا ما معصوم نیستیم. شاید از ما هم اشتباهاتی سر بزنه، به یقینا اشتباهاتی سر زده و سر خواهد زد. آه